سلام بینندگان ارجمند. 12 آوگوست برنامه خبری امروز است. طولی چند دقیقه با شما هستم شهرت رحمت الله و اینک شروع میکنیم از سرخطی خبرهای روز. حکومت ماده سیاسی کودکس جنایی را که قبلاً برای سرکوبی مخالفانش استفاده میکرد بازبینی میکند. با وجود این دریچه برای برزید مخالفین استفاده کردن این ماده پیشبینی شده است. رفیق فرمان روای جینپین تاجیکستان 3 شهروند اویغور تبار خود را به دست پلیس چین تسلیم کرد. در شهر ورشو جمهوری لهستان تاجیکان مقیم این کشور عید قربان را جشن گرفتند. دادستان کلی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که جزا برای برانگیختن کینه و عداوت سبکتر کرده شود. طرح تغییر و اضافه ها الکی آماده گردیده به پارلمان ارسال شده است. در صورت قبول پیشنهادها جزا برای برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی هم جنایی و هم مأموری خواهد شد. حالا برای این گناه از روی کدکس جنایی تاجیکستان از 5 تا 12 سال زندان پیش بینی شده است. ضمن صحبت با رادیوی آزادی یکی از مؤلفان این طرح سرور خالق‌زاده سرداری ریاست قانونگذاری وزارت عدلیه گفته است که این اقدام به خاطر اجرای عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان و با هدف تأمین عدالت پیش گرفته شده است. خالق‌زاده همچنین شرح داده است که با کدام شرط ها برای قانون ویران کنی حکم زندان و یا جریمه تعیین خواهد شد. اگر باری اول صادر کرده است، سطح خوفناکیش پست است. پرونده نفری متهم بر اساس کدکس حقوق ویران کنی ماموری بررسی می شود. اگر سطح خوفناکیش بلند است، گناه تکرار شده است، از کرده خود پشیمان نیست، آن وقت پرونده‌اش بر اساس کدکس جنایی بررسی می‌گردد. خاطر رسان می‌کنم که قبلاً ماده 189 کدکس جنایی را کارشناسان ماده سیاسی عنوان کرده بودند. قبلاً مقامات ده‌ها نفر طرفداران مخالفین را با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به مهلت‌های دراز زندانی کردند. برای مثال سال 2016 مقامات بزرگ مهر یاروف را با این ماده زندانی کردند. سال گذشته باشد زیدی خبرنگار خیرالله میرسعیدوف نیز با این ماده پرونده آغاز شده بود. بعداً مقامات آن را قطع کردند. ماده 189 کدکس جنایتی جزای جنایتی را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلی و یا دینی پست کردن شان و شرف ملی مقرر کرده است. و اقدام حکومت را عاید سبو کردن جزا برای این عمل ما همچون خوشنودی قبول میکنیم. اگر این تغییرات قبول گردد و من فکر میکنم که اون حتما قبول میکردد، شماره زیادی افرادی به این ماده محبوس شده باید آزاد کرده شوند و اون قسم جزای ادا نشده اون اشخاص باید به جریمه و یا کارهای اصلاحی عوض کرده شود. ولی مشکلی اساسی که حکومت باید حل کند این نیست، بلکه اون است که مقامات تفتیشات تاجیک، کارشناسان سودی، اکسپرت ها عموماً درست به مضمون و مفهوم های برانگیختن کینه عداوت ملی، نژادی، محلی سرفهم نمی روند. اکسپرت ها به فرمایش تفتیشات خلاصه می برارند، مستقلیت ندارند، عموماً می توانیم بگیم که آنها متخصص هم نیستند. اگر حکومت رسالت خود را صافدلانه اجرا کند در سمت تأمین مادی و تکنیکی مستقلی و بی‌غرضی اکسپرت ها، ما می توانیم بینیم که آنگاه شماره این گونه پرونده ها خیلی هم کم می شود، چون که اساسی عیب پیشنهاد شده با اشخاص با همین گونه ماده ها این خلاصه همین اکسپرت ها می باشد. تفتیشات محض به تفتیشات و سود محض به خلاصه همین اکسپرت ها تکیه کرده به انسان جزا تعیین می کنند و ضروریت هم به درآوردن تغییرات اضافه های گوناگون به قانونگذاری نمی ماند. متاسفانه این تغییرات ایلاوه ها به حیات محبوسان سیاسی توجیک من فکر میکنم که تأثیر نمی کند، چون که این ماده و از قبیل این یعنی ماده 189 یکی از سلاح های حکومتی برای پخش کردن آزادی و عدالت در تاجیکستان استفاده برده می شود و حکومت دوران من باوری دارم که مدتی حالا خیلی هم طولانی از این ماده استفاده می برند و اشخاصی که به سیاست اونها راضی نیست یکون مخالفت می کند در زیر ضربه این ماده قرار خواهد گرفت.
رسانه‌های غربی مقامات تاجیکستان و ترکیه را در استرداد 3 نفر اویغور تبار به چین را عیبدار کردند. رادیوی آسیای آزاد می‌نویسد که این افراد شناسنامه تاجیکی داشتند و عضوی آیله یک شهروند تاجیکستان با نام عبدالله احمدوف بودند. زینتگل تورسون و دو دختری او هلال شاهینپور و بانو عبدالله را اول از شهر استانبول ترکیه به دوشنبه بردند و سپس آنها را افسران پلیس چین روز 31 ایول از پایتخت تاجیکستان به شهر ارومچی انتقال دادند. خواهر بزرگ زینتگل، جنتگل تورسون خبر داده است که خواهر او را با شوهرش عبدالله احمدوف و دو فرزندش در یک مرکز نگهداری مهاجران در ازمیر نگه می داشتند و سپس آنها را شهروند تاجیکستان اعلان کرده بر خلاف خواهششان به تاجیکستان فرستادند. جنتگل همچنین گفته است که خواهرش را به ولایت شینجان بردند. در این باره مادر او که آنجا زندگی میکند تصدیق کرده است، ولی چند روز پس زینتگل ناپدید شده است و خانواده اش در باره سرنوشت او چیزی نمیداند. قبلا یک فعال اویغور تبار مقیم ترکیه عبدولی ایوب در صفحه تویتر نوشته بود که ترکیه زینتگل تورسون را به چین استرداد کرده است، چون در بین دو کشور موافقت درباره استرداد متهمان به جنایت وجود دارد. او در تویتر عکس زن اویغور، فرزند و کارت حق اقامتش در ترکیه را نشر کرد. دو ماه قبل مقامات ترکیه یک زن را برای غیرقانونی و به سند هویت از سوریه وارد ترکیه شدن متهم کرده بودند. در بیانیه اداره مهاجرت ترکیه آمده است که این زن خود را با اسم زینتگل تورسون معرفی کرده خود را شهروند چین نامیده است. اما این ساختار ضمن تفتیش معین کرده است که زینتگل تورسون در اصل رحیمه احمدوا شهروند تاجیکستان است و مقامات ترکیه او را با فرزندانش هلال شیرینپور، بانو عبدالله و شوهرش عبدالله احمدوف را از فرودگاه استانبول به دوشنبه اخراج کردند. در شهر ورشوی جمهوری لهستان تاجیکان مقیم این کشور عید قربان را جشن گرفتند. در تجلیل عید قربان جمعی از تاجیکان از خود لهستان و اتریش و آلمان نیز شرکت کردند. بر علاوه از ملتان دوست شهروندان ازبکستان و افغانستان و ساکنان خود ورشو نیز تشریف آورده از برنامه ایدانه بهره برداشتند. اینجا گزارش همکارم محمد شریف عبدالله را میشنویم. صبح یکشنبه 11 ایول در تمام دنیا عید قربان را جشن گرفتند. بعد از آنکه ابراهیم علیه السلام به فرمان خدا گوش داد و خواست اسماعیل را قربانی کند، در عوضش برای برایش اهدا شد تا ذبح کند و همین گونه این روز را مسلمانان تمام دنیا عید میکنند و جشن میگیرند. قربانی ها کرده از گوشت آن خود و مردمی نادار و خیش و تبارشان را تعام می دهند. همچنین در این روز یکی از رکنهای اسلام حج ادا کرده می شود. حاجیان یک روز پیش از عید که این روز عرفه نام دارد در وادی عرفات جمع شده تا نماز شام آنجا به دعا مشغول می شوند. بعد از شام حاجیان به وادی مزدلفه می آیند و شب را آنجا سپری کرده سپس در صبح روز عید به وادی مینا راه سپار می شوند. در وادی مینا منطقه موجود است که آنجا شیطان را سنگ می زنند. حاجیان بعد زدن سنگ قربانی می کنند و سرشان را می تراشند. در این وقت آنها می توانند از لباس احرام خارج شوند، طواف خانه کعبه می کنند و دو روز دیگر در منطقه مینا می ایستند و همین گونه رکن ادای حج به اتمام می رسد. این روز در شهر ورشوی جمهوری لهستان نیز عید را جشن گرفتند. صبح بر وقت مردم همراه همسر و فرزندانشان در میدانچه‌ای که حکومت شهر ورشو برای نماز تخصیص کرده بود جمع آمده نماز عید را خواندند. بعد از نماز امام با زبانهای عربی و لهستانی برای حاضرین خطبه خوانده از ماهیت عید قربان و خیر و صدقات در این روز یادآور شد. اینچنین همدلی و مهر و محبت و دوری از بینی و کینه و عداوت را در بین جمعیت مسلمانان از کارهای ضروری و حتمی معنی داد کرد. بعد از خطبه به نمازگزاران شیرینی ها تقسیم شد و برای کودکان میدانچه بازی کودکانه تشکیل کرده شد. در نوبت خود تاجیکان مقیم لهستان نیز این عید را در جمع هم با عادتهای تاجیکانه تجلیل کردند. مهمانان از کشورهای همزبان و همسایه ازبکستان و افغانستان دعوت شدند. اینچنین از مردمی محلی لهستانی ها دعوت شده بودند که تجلیل عید برایشان یک تجربه نو بود و خیلی پسندشان گشت.
برایم بسیار شوق‌آور است اشتراک در این عید تاجیکان و این جشنواره بزرگ. فضای صمیمی و خوشی که همه خرسندی میکنند شادی دارم و طعام‌های بامزه نیز موجود است. در حقیقت من خرسندم که اینجا اشتراک دارم. برای دعوت از دوستان تشکر میکنم. بسیار برایم پسند آمد اشتراک در این چاره‌بینی و از نزدیک شناس شدن به فرهنگ دوستان و با آنها یک جا بودن در این روز. بسیار چیزهای نو را از این عید زیبا آموختم. روزنامه‌نگار امرالله نظام برنامه آماده کرده تاجیکان در روز عید را چنین تعریف کرد: ما امروز واقعا عید داشتیم. این عید ما با تفاوت های زیاد با عید های تاجیکستان داشت. یکی از تفاوت های اساسی این عید ما آن بود که ما با حضور خانواده به نمازگاه و یا عیدگاه رفته نماز را خوندیم. و تفاوت دیگرش هم این بود که ما با حضور تمام اهل خانواده، یعنی تاجیکان مقیم پولند حدود 200 نفر زیادتر، ما یک جا عید کردیم. یعنی ما امروز تمامی تلاشمون به خاطر خوشنود و خرسند کردن کودکان انجام دادیم. ما برای این کار خیلی تلاش کردیم. تلاش های ما این بود که ما دست جمعانه برنامه های فرهنگی و فراغتی برای کودکان تهیه کردیم. برنامه های فرهنگی مون که بعدتر برنامه های فرهنگی مون عبارت از برنامه های شوق‌آور، سوال در دایره سوال و جواب و صحنه های کوتاه انجام خواهد شد. اما برنامه های فراغتی عبارت از اسباب های بازی و یا اینکه بازیگاه های خرد کودکانه است که ما آنها را برای کودکان تهیه کردیم. و امروز واقعا کودکای ما عید دارند و این عید سراپا برای آنها روزی خوش و خرسندی و خوشنودی است. همچنین معظمه قادر و حقوق شناسی تاجیکی مقیم لهستان تأثیراتش را از برگزاری جشنواره عید چنین بیان کرد: سلام علیکم هموطنان عزیز. در اول همه شما رو من با عید سعید قربان تبریک می نمایم. به هر یک شما و اهل اولی شما تنسیاتی خونه آبودی و سری بلند آبودی رو ارزماندم. امروز ما تاجیکان مقیمی در اروپا بوده تصمیم گرفتیم که جشن عید قربان رو در مرکز لهستان یعنی شهر ورشاوا جمع شویم، جشن گیریم. در این جمع آمدی ما زیاده از 100 نفر اشتراک دارند. اینچنین مهمان ها از دیگر دولت ها، نروژ، آلمان، آفریقا، سوئیس و دیگر دولت ها اشتراک دارند. همه تاجیکان هستند. با غیر از این تاجیکان با مهمان های دیگر زبان هم داریم. در عموم گفتم ممکن است که جمع آمد خیلی خوب رفته ایستاده است. کودک ها خرسندی دارند، کلان ها نیز خرسندی دارند. باری دیگر همه شما را تبریک میکنم. خونه آباد باشین، تنسیت و سلامت و سربلند باشین. بینندگان گیرامی، اینجا برنامه امروزه ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر اگر مطلب و پیشنهاد دارید و همزمان می توانید عکس و نوارهای خود را به ما طریق پوچت الکترونی، تلگرام، واتساب، وایبر و ایمو بفرستید. رقم برای تماس 48519 767 404. تا برنامه های دیگر خداحافظ.